به نام خداوند بزرگ و توانا و سلام بینندگان و شنوندگان محترم رادیو و تلویزیون راه فردا، خوشحال هستم که بار دیگر در برنامه ترجمان سیاسی در خدمت شما هستیم. افغانستان سالهاست که داخل مذاکرات صلح با طالبان را به صدا درآورده است، چنانچه رئیس جمهور کرزی بارها تلاش نمود تا با گروه های مخالف مسلح به ویژه طالبان مذاکره نماید، با آنکه وی سیاست خیلی نرمی را در مقابل طالبان اتخاذ نمود و حتی با برادر خواندن آنها موافق نگردید تا طالبان را به پای میز مذاکره کشانیده و نتیجه ملموسی در عرصه صلح ایجاد نماید. سرانجام وی ایجاد صلح در افغانستان را وابسته به اراده پاکستان و آمریکا دانست و افزود که بدون همکاری پاکستان و آمریکا صلح در افغانستان تأمین نمیگردد. اما این بار جمهور غنی نیز سیاست نرم و منعطف را در مقابل طالبان به پیش گرفته است، از مخالف سیاسی خواندن تا برادری ناراضی. گفته می شود که وی نیز سیاست رئیس جمهور کرزی را تا آن حال در قبال مذاکرات صلح دنبال کرده است. رئیس جمهور غنی نیز همانند رئیس جمهور پیشین بارها به خاطر تأمین صلح و مذاکرات با طالبان به پاکستان سفر نمود و مقامات پاکستانی نیز بدین منظور از افغانستان دیدار کردند. رئیس جمهور غنی از شروع حکومتش نسبت به پاکستان سیاست همکاری را به پیش گرفت و ای تلاش نمود تا با پادرمیانی حکومت چین بتواند با طالبان مذاکرات صلح را آغاز نماید. حال سفر رئیس ستاد ارتش پاکستان و رئیس اداره استخبارات این کشور در افغانستان میرساند که گویا حکومت ملکی، ارتش و استخبارات پاکستان میخواهند تا طالبان با حکومت وحدت ملی افغانستان مذاکره کنند. اما نقل از برخی از رسانه ها گفته می شود که نمایندگان طالبان همین اکنون به قطر بسر می برند، هرچند این موضوع تا کنون نهایی نشده است. از سوی دیگر ایالات حکومت ایالات متحده آمریکا به مساوی کشور تاثیرگذار بالای روند صلح و امنیت افغانستان نظریات مشخصش را تا این حال نیز ارائه ننموده است. حالا در این بحث می خواهیم بپردازیم که آیا نزدیکی حکومت وحدت ملی افغانستان با پاکستان در مقابل تأمین چگونه منافعی صورت گرفته است و آیا حکومت وحدت ملی قادر خواهد بود تا نتیجه ملموس از مذاکرات صلح دریابد یا اینکه باز هم تجربه ناکام را در این عرصه شاهد خواهیم بود. مهمانان عزیز که در این بحث ما را یاری می کنند جناب محمد حسن شریف بلخابی، عضو مجلس نمایندگان، و جناب استاد سید مسعود، استاد دانشگاه کابل با ما هستند. مهمانان خیلی خوش آمدید. سوال اول از آقای بلخابی آغاز میکنیم. جناب وکیل صاحب، حالا حکومت وحدت ملی افغانستان تا چه اندازه توانسته است تا زمینه مذاکرات با طالبان را فراهم کند؟ تشکر. با سلام و معذرت شما و استاد عزیز و بینندگان تلویزیون خوب شما، شما ببینید ما به این زودی ها نمیتونیم قضاوت بکنیم، ولی یک سر قدم های عملی و راهکارهای عملی را نسبتا اشرف غنی در رابطه با پاکستان برداشته و حسنی هم جواری و به طرف اعتماد سازی می رو و مسافرتی که نداشت با مقامات ملکی و استخباراتی و نظامی پاکستان. به نظرم در محفلهای خصوصی این قول و وعده را جناب غنی داده که این در برابر منافع پاکستان و سیاست های پاکستان انعطاف نشان بده و متحد باشه و در قبال از این پاکستان ها به اینا قول داده باشه که ما در رابطه با صلح مذاکره و فشارهایی که بالی طالبای افغانی و ای چه هسته وارد میکنیم. این معلول به این خاطر است که خود پاکستان در این اواخر شما دیدین که گرفتار مشکلات شده، یعنی از درون واقعا مشکلات عدیده داشته که کمتر از مشکلات ما نبوده، یعنی مخصوصا و مکتب نظامیش که بالا 150 نفر تلفات داشت و یک مقداری وضعیت درون پاکستان ایجاب میکرد که اینا در قسمت مبارزه با تروریست طالب پاکستانی و افغانی یک مقداری نظری خوب نسبت به اونا داشت باشه به افغانها. بنابراین در برابری و اعتماد سازی و قدم های عملی که حکومت افغانستان رئیس جمهوری ما برداشته نسبت به پاکستان، تنها چیزی ره که به نظر می اینا اونا قول داده و ای با او بالاخره قبول کرده اوی است که اونا بیان در امر مبارزه با تروریست با ما همکار باشن و دیگه طالبا را به پای مذاکره و صلح بکشانن و از طرف دیگه اینا سعی بکنن که یعنی ما بر اساس اون بالاخره رابطه نیک و حسن همجواری و اعتماد سازی برداریم. لذا اولین قدمی است که ما قرارداد تسهیلات در این لغو میشه یا به تعلیق میفته
و از طرف دیگه ما چند تا افسر به عنوان اعتمادسازی به پاکستان بعد از 13 سال میفرستیم و اینا همو خوشبینی است که از طرف افغانستان ایجاد شد و از طرف دیگه هم با مداخله چین و با بالاخره اینا حاضر شده پاکستانی ها که به اینمی پروسه صلح مذاکره قدم های همکاری را بردارند. ولی اون چی که مهم است این است که آیا نتیجه عملی از این آیا می شود که ما اعتماد بکنیم؟ آیا واقعا اینا یک همکاری خوبی برای کشاندن طالبان پای میز مذاکره است؟ من باشت شما چی خواهد بجرم و این به نظر من ما بعد دو چیز را سه چیز را رئیس جمهور بعد در نظر داشته باشه. یکی بله با طرفدار ازی هستم که بعد ما تنش‌زا نباشیم. در طول 13 سال حکومت رئیس جمهور کرزی ما همیشه تنش‌زایی داشتیم نسبت به پاکستان و خشم از اونها را می‌افزودیم و سعی می‌کردیم بحث خط دیوانه را مطرح می‌کردیم، بحث‌های دیگر را مطرح می‌کردیم، می‌گفتیم این مداخله آشکار می‌کنه و این چیز فاصله انداخته. این مرحله سیاستی خارجی دولت نسبت به همسایه‌ها و پاکستان بد نبوده، یعنی به طرف فروکش کردن تنش‌ها و به طرف اعتمادسازی و رابطه نیگ حرکت کرد. این یک قدم خوب است، تا اینجا من قبول میکنم. اما بازم نظری من است که سه کار عمده را باید در قسمت مذاکره جناب غنی انجام بده. یک که شروع کرده خوب است، یعنی این به شکل یک اجماع ملی تمثیل بکنه و این همونطوری که از دیروز پریر شروع کرده دیو بازدید با جامعه مدنی زنان و رهبرای جهادی اینا، این قدم خوب است. ولی نه، این در حد دینه باشه، بعد بالاخره سیستماتیک باشه، مدون باشه، پالیسی داشته باشه، مثل گذشته نباشه که ناکام بود. یک موضوع. موضوع دومی است که سعی بکنه در سیاست خارجی واقعا با یک اصول و چارچوب قوی با یک برنامه پیش بره، مقطعی سلیقه‌ای نباشه، چون که در دوران کرزی هر کسی به سلیقه خود دول سلطه میزد و بالاخره و نتیجه نداشت. ما دیدیم بسیار پولی انکف مصرف شد، بسیار وقت ضایع شد و بسیار در یک قسمت ما شما ضایعات داریم. و سوم چیزی که باید انجام بده او یاست که سعی بکنه در یک قسمت با پاکستان با یک تضمیناتی پیش بره، با یک التزاماتی پیش بره. به این معنا وقتی که ما امتیازها رو میدیم، وقتی ما فاصل از هند میگیریم، وقتی ما میخواهیم که بالاخره درجه منافع پاکستان تامین شوه و اصلا پاکستانی ها میخواهی که اصول سیاست خارجی ما در واقع به نظر از اینا تدوین شوه و اعمال شوه، وقتی ما اینی توقعات از ما داره، ما سعی بکنیم با مراعات جانب احتیاط و قدم هایی را برداریم که در اینجا ما ضرر نکنیم در نتیجه. ولی بحث صلح و مذاکره که فعلا مطرح است، شما متوجه که در جریان هستین، هنوز این در حدی است که اونو ریترز و چند تا روزنامه محدود اشاره کرده، ولی بالاخره نظر طالبان مشخص نیسته، آمریکایی‌ها اظهار نظر نکرده در قسمت بله. یک وضعیت است. تشکر جناب استاد. بان که جناب وکیل صاحب هم اشاره کردند، دولت قبلی افغانستان در قبال پاکستان به گونه سیاستی را در پیش گرفته بود که پاکستان اصلا با دولت رئیس جمهور کرزی به خصوص در عرصه صلح و مذاکرات با طالبان همکاری نکرد. شما فعلا پیش آمد حکومت وحدت ملی را واقعا با پاکستان چگونه ارزیابی میکنه؟ آیا اینها قادر خواهد بود که از طریق پاکستان مذاکرات صلح را با طالبان آغاز بکنه؟ چگونه؟ قربان شما. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و سلام بر محمد و آل محمد. سلام بر آقا صاحب. سلام بر شما. باشه. خدمت عرض شود که خب بویم که پاکستان عمدتاً یک بازیگر بسیار خوبه در مورد افغانستان و مسائل افغانستان در 40 سال به طرف است. با وجود که ما از 60 سال به طرف ادعای ارضی داریم و در قطر دونه پنجم وقت بر اولین بار ما ساختیم در پند در پاکستان به منظور ایجاد منافع ملی خود ما به خصوص از برادران پشتون، پاکستانی ها آرام آرام میان که دست بالای در زندگی ما پیدا بکنند، به خصوص جنگ های داخلی که در افغانستان صورت گرفت. ستون پنجم پاکستان از رده های کوچک تا رده های بسیار بلند کار میکنه. از این لحاظ حرکات پاکستان عمدتا حرکات نوسانی است، نه حرکات ثابت و روشن. عمدتا مطابق به بعضی حالات حرکات را انتخاب میکنه و تصامیم مختلف را میگیره و به اساس تصامیم منافع ملی خودش کار را انجام میده. حرکاتی که شما در چند روز پیشتر میرین، به خصوص بعد از اینکه آقای حمزه اومدن و غنی رئیس جمهور و میرن که به گفته آقای کرزی یک کشتی نرم را بگیرن و آرام آرام حوزه را بسازن، این ناشی از تغییر استراتژی پاکستان نیست، بلکه ناشی از یک تغییر
سیاست خارجی ما است که در حقیقت ما از یک میوری به چین میوری حرکت میکنیم و یه تاثیرات کلان چینایی ها هستند که در حقیقت بالای پاکستانی ها فشار وارد میکنند در تایی تا خود چین در درون افغانستان بسیار فعال باشه مطابق به تعریف استراتژیش و تعریف و ممکن بسازد تعریف استراتژیکی پاکستان در افغانستان در درون افغانستان منیسه تبدیل کردن یک دولت ضعیف دنبال روی پاکستان ارتقاء رابطه با هندوستان یا به ضعف کشاندن هندوستان و ایجاد یک راه و دهلیز برای رسیدن به آسیای میانه به منظور رسیدن به یک کالای پاکستانی به آسیای میانه و گرفتن آسیای میانه و سرمایه گذاری کلان شد. فکر میکنم وقتی که چین در اینجا در واقع به گونه مداخله میکنه از طرف دیگر شما میفهمین که دولت پاکستان و چین یک ارتباط بسیار دراز مدت و خوبی تو این حال داشته. فکر میکنین منافع چین با پادرمیانی از این کشور در رسی صلح مذاکرات در افغانستان چه خواهد؟ مزمی لحظه گفتم که در حقیقت چین امکانات کلان را ایجاد میکنه تا منافع استراتژیک پاکستان در افغانستان پیاده شوه. چه نفعی برای چین خواهد داشت؟ خب شما میفهمین که در حقیقت پاکستان یک دوست و یک متحد استراتژیکیه پاکستان است که در دو طرف هند قرار دارند و در حقیقت اینها دشمن مشترک با هند دارند و به ضعف کشیدن حریف بسیار کلان اتمیش که برده هندوستان است و حریف کلان اقتصادی منطقوی که واقعا هندوستان تبدیل شده به یک قدرت منطقوی جز اساسی گپای خود چینایی است که در حقیقت دست هند کوتا میسازه رقابت هند در آسیای میانه از بین میبره و به جاگزین میسازه وضع رقابت هندوستان با کالاهای پاکستانی که هر دو به نفع کلان به نفعشان میرسه. ولی من خدمت شما عرض بکنم که این در حقیقت اونم یک چیزی بوده است که استراتژی پاکستان تغییر نکرده در افغانستان منافع پاکستان در اینجا تعریف استراتژیکی داره و او تغییر نمیکنه. از این لحاظ ما از وقتی که آقای کرزی آمده ما همیشه در صدد این نبودیم که ما در حقیقت پاکستان دشمن بتراشیم. ما 20 چند بار به پاکستان سفر کردیم آقای کرزی با 25 20 چند بار سفر اینا در حقیقت خاص دوستی کردن و در حقیقت خاص صلح کردن و در 20 چند بار پاکستانی ها برشان وعده های بسیار کلان دادن. حتی یک وقت آقای کرزی گفت که اگر قرار باشه که آمریکا انتخاب در جنگ با آمریکا باشیم یا با غرب باشیم یا با پاکستان ما باز پاکستان انتخاب میکنیم. از این من فکر میکنم که در حقیقت ما حرکت های ضد پاکستانی را زیاد انجام ندادیم برای اینکه پاکستانی ها دست دراز در این کشور دارن و در حقیقت ستون پنجمشان بسیار فعال. من یک سوال دیگه مطرح میشه. شما اونج که جناب وکیل صاحب هم اشاره کردن در اصل این که ما میبینیم بعضی از در واقع توافق هایی که بین دولت افغانستان و کشور هندوستان در میان گذاشته شده بود در دوران رئیس جمهور کرزی و حالات تعلیق در میان نزدیکی رئیس جمهور افغانستان با پاکستان و دوری رئیس جمهور افغانستان از هندوستان، فکر میکنن که پیامدهایی را در قبال برای افغانستان در قبال نخواهد داشت؟ هدف های اساسی استراتژیک پاکستان عبارت از منع قدرت است. شما اگر توجه که باشین که در تمامی دنیا موقعی که شما قدرت ایجاد میکنین که در وجود قوت های امنیتی تون نوی شما امنیت فیزیکی را برای سرمایه گذاری و اقتصادتون ایجاد میکنین و این خود امنیت فیزیکی در اقتصاد میتونه در امنیت احساسی شما را که از روی قوانین سیاد کنه. شما بیرین که حوالی نرکاتی که پاکستان نزار 371 انجام داد ماو قدرت شما بود در حقیقت اردو گپایتون ماو کرد با 450 تا تیاره و غیره شما تبدیل شدن به یک سایه که در حقیقت نمیشه دومین سرمایه گذاری کنین غیر سرمایه گذاری پاکستانی. از این لحاظ ما عمدتاً در مسئله تبدیل رفتن از روی یک حوزه امنیتی به یک حوزه اقتصادی خودش نما اشتباه است که ما اشتباه انجام میدیم. به این معنا که در صورتی که اگر ما حوزه امنیتی خود به صورت قوت هم انجام بدیم و بریم به صورت یک تساوی قدرت منطقوی اگر تساوی نباشه به یک فاصله که بتونیم ما از خود دفاع بکنیم در اون صورت میشه که ما به حوزه اقتصادی بریم بیاییم. برای اینکه پروبلم شما پروبلم اقتصادی نیست، معنا داره که پاکستانی‌ها و غربی‌ها چند سال است برای ما در حقیقت تعریفی رو میکنن که پروبلم افغانستان ناشی شده از یک مسئله وضع بد اقتصادی است و در صورت که شما وضع بد اقتصادی را دوباره ترمیم بکنید شما میتونید که در حقیقت میتونید که دوباره شما وطنت آرام بسازید در حالی که مدل خرابی است. من فکر میکنم که پاکستانی ها با فشاری که وارد میکنن تلاش میکنن تا منبع تمویل و منبع تجهیز قوات های امنیتی شما را خنثا کنم. یکی از دوگاب این بود که در حقیقت این دیگه کمی فاصله میگیم. من یک جمله میگم باز قطع میکنم که نباید در سیاست خارجی ما مسئله حذف شدن مطرح باشه.
شما هم دتن در پالیسی های خارجی تان مسئله حذف کاملا دال از دنیا نو یک کمی مسخره است. حاله شما به از این لحاظ میگفتم موقعی که ما با پاکستان هم کار میکردیم ما دقیقا از تیوری دشمن سازی نباید استفاده میکردیم، ما تیوری دو سازی را حرکت میکردیم با وجودی که خود تقویه میکردیم. حال فعلا اگر ما نزدیک به چین شما میور چین قبول بکنیم و میور پاکستان این اگر معنای ایزی باشه که باز ما حذف میکنیم هندن و در رده دوم هندن میبریم صحبت است. برای ما از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی میفهم که اگر در صورتی که شما در درون افغانستان رقابت های سالم و بین قدرت های منطقوی ایجاد کنید، نه رقابت های قاتلانه که حال وجود داره، رقابت های سالم این شما رو در 5 سال تبدیل میکنه از افغانستان بسیار پسمانده به افغانستان نیمه پسمانده که شاید شما پیشرفتان بدانید. از این لحاظ رقابت هند در افغانستان با چین و با هند که نیروی بازدارنده میشه ضرور است. مثل که اگر شما هیچ به این باور نیستم که هندوستان یک دایی بوده که ما را در بغل خود میگرفته و بدون منافع خودش کار میکرده، این در حقیقت یک به خاطر منافع خودش بو کار میکنه، چین به خاطر منافع خودش به کشورهای دیگه منطقه هم. اگر ما اینا را نیروی عامل بازارنده یکی دیشن در افغانستان بیاریم و سرمایه گذاری که ماننده که مثلا اینکه وقتی که چین میره در لاجیگه که این میره بعد اونا در شمال میره چین به خاطر گاز و در بند سلما که این میره نوع رقابت های سالم حرکت بتن شما به وجود میرین. در غیر صورت شما بدون رقابت و سپردن تمام اختیاراتتان به یک دست که پاکستان و هند چین است در حقیقت نوعی خرابی وجود دارد. تشکر جناب وکیل صاحبان. چی که استاد اشاره کردن، استاد مثلا اشاره کردن در قسمت مداخله بیش از حد در واقع به چین تا اینکه میخواین یک محور پاکستان و چین را ایجاد کنن به خصوص در مقابل هندوستان، و سوی هم شما هم اشاره کردین و گفتین که بعضی از توافق نامه ها و توافق هایی که بین افغانستان و هند بوده به گونه به حالت تعلیق در میه. حالا یک گونه حرکت کردن و در پهلوی پاکستان قرار گرفتن و اینکه چین را هندوستان را واقعا ما در نظر نگیریم، فکر میکنین سیاست خارجی ما را متزلزل نخواهد ساخت و این مسئله پیامد منفی را برای افغانستان بار نخواهد آورد؟ ببین شما سیاست خارجی یک کشور تمثیل کننده قدرت، توانایی و همه مهارت هایی که او در دیپلماسی داره، این باعث رشد و انکشاف یک کشور میشه یا باعث سقوط و افت یک کشور میشه. این یک اصول پرنسیب حقوق بین المللی هست. بسیار دقیق شما سوال فرمودین. ببین شما متوجه که سوال فرمودن، به نظر ما دستگاه دیپلماسی ما یا اصول خارجی، سیاست خارجی ما سعی بکنه و از مهارت های دیپلماسی استفاده بکنه، موازنه را حفظ بکنه. به نظر ما به این معنا شما ببینید، بله ما و سیاست فعلی دستگاه سیاسی ما شما بد نیست که یک مقدار نرمش و انعطاف نسبت به پاکستان نشان داده تا اونام از حساسیت گذشته پایین آمده و یک مقداری بالاخره اونا سعی دارن که به پروسه صلح مذاکره اینا با ما شو همکار باشه. ولی در عین حال نباید ما فراموش بکنیم در اصول سیاست خارجی خودمون که و اون سیاست خارجی کشور موفق است که معادلات و موازنه ها را بسیار به شکل دقیق حفظ بکنه. به این معنا ما وقتی میاییم دست دوستی عملا به پاکستان میدیم و حسن همجواری و حسن اعتماد محوری را به این نشان میدیم و قدم های عملی را برمیداریم، افسرهای خود را میفرستیم. ولی در عین حال ما فراموش نکنیم که ما به کلی رابطه خود را و موازنه خود را از کشوری قدرتمند به نام هند که در حال توسعه است ما چه کنیم؟ دست بکشیم. حالا فکر میکنین سیاست افغانستان در مقابل کشور هند چگونه تعریف میشه؟ حالا که رئیس جمهور کرزی ارتباط بسیار خوبی را با کشور هند تا در آن رئیس جمهوری خودش حفظ کرده بود. جناب رئیس جمهور موازنه را حفظ نتونست، یعنی دستگاه سیاسی خارجی ما بسیار ضعیف بود و کند بود. 13 سال یک خوب فرصت طلایی بود که امروز وضعیت کشور ما و شما از لحاظ اقتصادی و امنیتی بعد به یک مرحله بهترتر و خوبتر قرار می گرفت. نتونست. چرا نتونست؟ او میخواست همین کارا بکنه، یعنی هم پاکستان داشته باشه و هم مخالف پاکستان که هندوستان باشه داشته باشه، ولی نتونست. با رابطه حسنه ای که با هندوستان داشت و پاکستان یک وقتی آمد بالاخره اینج اعتماد نکرد و قدمای دوستی و همکاری رو با ما شما بر نداشت. شما در جریانیم در 13 سال حالا عین سیاست غنی داره پیش میره، ولی ما نظر می هست که سعی بکنه با تجربه ضعف و ناتوانی که ما از دستگاه دیپلماسی 13 سالی حکومت جناب کرزی داشتیم، این با یک مهارت های خاص
با یک چانزنی قوی، با یک رایزنی های بسیار معقول و مطلوب و زیرک و نه احساساتی و نه بالاخره تکروی و بسیار سعی بکنه که و همه موازنه را به شکل مطلوب چی کنه حفظ بکنه. جناب خالد صاحب، حالا با نظر داشتین که پاکستان ها چون خاص از افغانستان داره و افغانستان هم سیاست های خود را به گونه‌ای در نظر میگیره که یکی کنار میزنه و در پهلوی دیگر ایستاده میشه، شما واقعا فکر میکنین یک جنگ میان منافع هندوستان و پاکستان در افغانستان جاری است؟ بسیار دقیق است. به شما ببینین، وقتی ما نتوانستیم موازنه و معادله را حفظ بکنیم در سیاست منطقه‌ای خود، در سیاست های همجواری و همسایه خود، وقتی نتوانستیم ما دستگاه دیپلماسی ما یا سیاست خارجی ما نتوانستیم موازنه حفظ بکنه، ما آسیب پذیری ما بیشتر میشه. بلی درسته که این دوستان نسبت به پاکستان با ما مرز نیست، دور است، ولی تاثیرات منطقه‌ای خود را داره. یک دومی که شما ببینید در این قسمت بعد سعی شود در این قسمت با ای که آسیب پذیری ما از طریق پاکستان کم میشه و تقلیل میشه و یک مقداری اقدامای عملی نسبت به پروسه امنیت و صلح و مبارزه با تروریست و طالبا و مخالفین اینا قدم برمیداره، در عین حال ما فراموش نکنیم تاثیرگذاری هنده و بعد ما این کار را بکنیم. اصلا شما ببین در دنیا از لحاظ حقوق بین المللی و یک کشوری که میخواد مستقل باشه و منافعش در نظر بگیره، او سعی میکنه در بین همه کشورها به شکلی رابطه خود حفظ بکنه. یعنی در اینجا این رقم نشه که ما با یک کشور که دست دوستی میتیم با دیگه قطع رابطه بکنیم. مثل فعلا شما ببینید وقتی که ما عملا با پاکستان وارد کار میشیم و اقدام عملی شروع میشه، ما فورا رئیس جمهور می اون قرارداد تسلیحاتی نظامی با هندوستان لغو میکنه یا به تعلیق میندازه. ای از لحاظ اصول و پرنسپ سیاسی چیز نیست، یعنی معقول نیست. و ما حق داریم بر اساس عرف بین المللی، بر اساس حقوق بین الملل، بر اساس که ما عضو از خانواده بین الملل هستیم، که با همه کشور رابطه داشته باشیم. به این معنی نیست که ما بین وقتی با یک کشور خواستیم که یعنی رابطه حسنا و نیک داشته باشیم، مراد داشته باشیم، با کشور دیگه ما چی کنیم؟ قدی رابطه بکنیم. جناب استاد، آنچه که جناب وکیل صاحب هم اشاره کردن و از طرف دیگر ما میدانیم از بد و تاسیس حکومت وحدت ملی طرز برخورد رئیس جمهور غنی با طالبان با پاکستان به گونه دیگر تعریف میشه. حتی ما میفهمیم که مخالف سیاسی خطاب کردن طالبان را و از طرف دیگر فعلا اشتهارات و اعلاناتی که از طرف تلویزیون ملی و دولت پخش میشه همان برادر ناراضی گفتن طالبان هست، همان سیاست رئیس جمهور کرزی تکرار میشه. و از طرف دیگر میبینیم که حکومت وحدت ملی شخص رئیس جمهور غنی با پاکستان خیلی هم نزدیک شده. فکر میکنم این بار ما واقعا شاهد یک تجربه خوبی خواهیم بود در عرصه مذاکرات صلح با طالبان، یا که نخیر مثل حکومت رئیس جمهور کرزی این عرصه به شکست مواجه خواهد شد؟ از نزدیکی که ما دارم از جناب دکتر میفهمم که اونو فکر میکنن که ما اگر از حوزه امنیتی به حوزه اقتصادی مراجعه بکنیم، ما مجبور هستیم که او در حقیقت او حلقه صدمه پذیری که میتونه بالای ما صدمه برسانه باید خونسایش کرد. این حلقه را در افغانستان عمدتا پاکستان را نشانی کردن و پاکستانی ها تنانی که از طریق چین میتونه پاکستان راحت شود تا اندازه و از طریق قبولی بعضی حرف های از پاکستان میتونه شرایط رشد اقتصادی را باوجود برن تا این شرایط اقتصادی بتونه در حقیقت کار ایجاد کنه و در حقیقت آرام آرام مردم بتونه به یک شکل اقتصادی بهترتر برسانه. این نوع حرکت های هارمونی است. به این که من فهم که عمدتاً در سیاست و اقتصاد عمدتاً سوالی است که چی باید میتی و چی نمیگیری، به این مانا که در مقابل هر چیز واگذاری چیز را به دست آوردن است. یک کسی به نام پاریتو میگن و نقطه مساعد پاریتو را مطرح کرده. نقطه مساعد پاریتو یه است که او دانشمند ایتالیایی است، میگه چیزی که باید میگیرین باید بزرگتر از چیزی باشه که شما میتینش که بر منفعت شما وجود بیاره. از این با پاکستان نمیدانم که تعریف قبول شده ایره که اعلان کردن که از دو جانب قبول شده کدام تعریف است که قبول شده، به خاطر از اینکه از لحاظ سیاسی و اقتصادی که ما میسنجیم پاکستان در حالت بسیار بسیار برتر در افغانستان دست دراز داره. این معنا داره که پاکستان از تمامی کشورهای دیگه با وجود که 40 چند کشور در اینجا بوده، پاکستان دست و حرف اول میزنه اینجا. به این معنا که از لحاظ کرنسی و از لحاظ پول ملیشون حرف اول میزنن. در تمامی افغانستان با سقوط ریال تومان ایرانی این در حقیقت همگیر شده، فراگیر شده. به این معنا که آل کلدار پاکستانی اول است، کالای پاکستانی، سیاست پاکستانی و در پالوش نوع تبدیلی افغانستان میرسی یک سایه حیاتی پاکستان از لحاظ استراتژیش
برای ما حال بیخی واضح است که در خط پاکستانی ها چین کار میکنند و با میلیارد ها دلار که سرمایه گذاری میکنند. در پالوش خریداری تعداد زیاد از املاک دولتی توسط اتباع پاکستانی با گرفتن تذکره افغانی خودش در حقیقت در اینجا نشان دهنده از است که نهال های خطرناک در اینجا کشت میشه تا از اون نهال ها در حقیقت درخت های کلان اقتصادی وجود میاد که در حقیقت میتونه سیاست خود بگیره. فکر میکنه اهداف دراز مدت در حقیقت پاکستان ها در افغانستان چه خواهد بود؟ با نظر داشتیم که گروه های مثل طالبان و داعش و گروه های دیگری که خط پاکستان اینها را رهبری میکنند در اینجا فعال است. ببینید عمدتاً ما وقت موقف پاکستان رو میبینیم، پاکستانی ها خود مانند یک قدرت منطقه‌ای قبول میدانند که ما هم قبولش میکنم. یک قدرت ضروریه که در پالوی چین قرار داره و 167 میلیون نفر داره و در پالویش هم روش اقتصادی تندازی خوب داره با وجود که فقر دامنگیرش است و از لحاظ کلی خراب است. ولی در مقیاس منطقه میتونه حرفایی را داشته باشه. تبدیل شدن افغانستان به یک سایه حیاتیش به خصوص سایه اقتصادی از یک سرمایه‌گذاری پاکستانی کار میکنه و در پالش کار فروش کالاش و دهلیز بسیار مطمئنه که از افغانستان باید بره به طرف آسیای میانه و انرژی آسیای میانه باید برسد در افغانستان جزء اساسی گپای استراتژیکی پاکستان است. پاکستانیا فعلا نباید پاکستان مانند 40 سال پیش قبول کرد. مانا داره که اگر ما 40 سال پیش پاکستانی ها را سرش بحث میکردیم ما در قدر تفاوت 8 و 10 قرار داشتیم، یعنی افغانستان میتونست حرفایی را بزنه و در قدر گپای به خصوص گپای رقابتی را بزنه. آن فعلا پاکستانی ها با حرکت های خود انجام میتن مسئله از براندازی نظام از استراتژی کشیدن در چند وقت براندازی نظام بعد از امضای استراتژی استراتژیک که خصوصا ما قرارداد امنیتی که شما با آمریکا و تعداد کشورها امضا کردین پاکستانیا از براندازی به اخلال آمدن. ما داره که نو سیاست اخلالگرانه را میتونن کار انجام بدن به خاطر که حرکات اخلالگرانه خونسا شوه دولت افغانستان چین میکنه. ولی متوجه باشین که در 13 سال چین نتونست دستگاه بسیار محکم استخباراتی هندستان با دستگاه استخباراتی افغانستان کاملا همدو شرکت میکرد که در حقیقت مطمئن هم میگه میره به این معنی که حرکات را که هر پاکستانی دستگاهش انجام میداد حرکات دستگاه استخباراتی به دستگاه استخباراتی افغانستان اطلاع میداد تا چین کار را انجام بده برای اینکه متحد شده بودن از گاردار زاستا هزی لحاظه است که عمدتا ما در بین چند تا گپ در منطقه وجود داره. فعلا ما نمیشه که ما بازی افغانستان تنها بازی افغانستان بگیریم. این بازی منطقوی بسیار کلان به وجود آمده بخصوص بین کشورهای دشمن به این معنی که پاکستان انسان هندوستان چین. جناب استاد یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه. حالا شما از استراتژی های در واقع دراز مدت پاکستان در قبال افغانستان گفتین و منافع اقتصادی را هم شما اشاره کردین، براندازی نظام را گفتین فعلا استراتژی آنها در واقع وجود نداره برداشته شده و در اخلال اینا در قبال سیاست اخلال هستن. فکر میکنین با در زرداشت این همه تعاریف که شما کردین پاکستان ها واقعا در قبال این هست که دولت افغانستان برای با طالبان در پای مذاکره صلح بشه؟ یکی از حرف هایی که میخوایم که بویم که زیاد از لحاظ سیاسی مسخره است این است که ما بویم که پاکستان ما را در قطع تقریم میکنه. عمدتاً از طلبا اگر پاکستان هم تلاش بکنه که تعداد از طلبا را در حکومت ما به وجود بیاره او طلبا است مربوط خودش است و در مورد آیسا است. یعنی ما در حقیقت تعریف است که طلبا شما انجام میدین در حقیقت طلبا را تقسیم میکنن دیگه. تعداد از طلبا است در حقیقت برادران ناراضی و یک شیعه سنی قمی اگر ما هستن که نه عسکر هستن و همین 400 500 دلار خود که میره میجنگن آیسا کار دیگه رو انجام میدن. منظور که ما حرکات پاکستان به اساس استراتژیش و پلانهای تطبیقی که نو به وجود آمده شما متوجه باشین که از لحاظ سیاسی شما موقعی که استراتژی را بحث میکنید که مجموع هدفهای مکمی بحث میکنید که هدفهای نهایی و نسبتا ثابت وقتی شما میگید که استراتژی هدفهای نهایی و نسبتا ثابت است که بستر حرکت و نقشه حرکت یک گروه یا دولت نشان میده مانند که قابل تغییر نیست. از این لحاظ به خاطر از این تطبیق هدف ها شما پلان های تطبیقی انجام میکنین. این پلان های تطبیقی اونم تاکتیک است که میاد. اینا تاکتیک پاکستان تغییر میکنه. این تاکتیک وسایل کار داره. یکی از وسایل از اون نمی طلبوا است. به این معنی که اگر طالب شریک بسازه به این دولت مانند داره که اولین بار اینا معقب میریم به 15 سال پیشتر به این معنی که ما تا 15 سال پیشتر کاملا یک دولت را که وابسته به پاکستان بود و پاکستانی ها به رسمتش میشناخت که بعد از دولت طلبا بود و امارات اسلامی اونا کار میکردن همون تو بودنه. حالا دوباره ما در خط عقب میگردیم. من فکر میکنم همین حالا روزگان بحث ما همین بود برای خودشان که اگر ما چنین سیاست های را قبول بکنیم خیلی چرا اول این کار قبول نکردیم؟ ما رو داره خیلی بگیم که 60 سال ما اشتباه کردیم 60 سال به این معنی که من چی میگم؟ من میگم که
نزدیکی با پاکستان جز اساسی است. پاکستان شما نمیتونن با بولدوزر رو از بین ببرن، شما یک جبر بودن با پاکستان دارین برای زیک همسایتان است. این دیگه نمیشه که از بین ببرنش. ولی نزدیکی با پاکستان وسایل کار داره. کلانترین وسیله که با پاکستان شما نزدیک میشه و نمیسوزین قدرت اقتصادی و نظامی شما است. قدرت اقتصادی نظامی از این دارم میگم که در صورتی که قدرت نظامی شما تقویه شوه شما نمسکلین. به این معنی ببینید که قدرت هایی که قوی هستن از لحاظ نظامی و قدرت هایشان اینا نمسکلن. با وجود تحریم میشه ایران حرف گفتن داره میاله، با وجود تحریم میشه روسیه حرف گفتن داره، ولی قدرت های دیگه که اردوشان از بین میبرن و قوت های نظامی شان به خصوص کشور روبنگشاف ماند عراق مانند لیبیا هست، ولی سوریه میتونه هنوز مقاومت رو انجام بده برای اینکه یک نیروی یک داره. من چی میگم؟ من میگم که یک گپ کرده خوب بوده که تکیه بالای قوت ایجاد یک قوت کلان نظامی که بتونم فضای امنیت فیزیکی شما را بر سرمایه بر شما ایجاد کنه تا طرف مقابل شما را تحویل بگیره. در غیر شما تحویل نمیگیره. پاکستانی ها مانند که پرویز مشرف یک روز گفت که به غلط است که نشان میکنه پاک افغانستان، یا اصلا هم ندیف ما نیست که با پاک افغانستان نشان کنیم، چون نشان میکنه پاک دویچ، پاک انگلستان، پاک امریکا، چون تو نشان میکنه که پاک افغانستان نشان میکنه. یه همراه ما نمیه جود نمیه. ممنون جناب وکیل صاحب. حالا یک مسئله خیلی کلان در افغانستان در واقع در جریان هست. شما میفهمین که مسئله مذاکرات سال با طالبان، آنچه که جناب استاد هم اشاره کردن، آوردن طالبان در دستگاه قدرت، نزدیکی با پاکستان، دوری از هندوستان، اینا مسئله هستن که سخت با سرنوشت ملت افغانستان گره خورده. و فکر میکنین واقعا چنین موضوعات زمانی که در حکومت وحدت ملی مطرح بحث میشه، آیا واقعا توافق نظر و توحید نظر در میان مقام های حکومت وحدت ملی روی چنین موارد وجود داره، یا اینکه نه خیر بیشتر تکروی جناب رئیس جمهور در این مسئله می باشه؟ خدمت شما عرض کنم که قبل از یک مقدمه اشاره کنم، سیاست خارجی ما و شما و تصامیمی که رهبران می گیره بعد اینا بر اساس منافع ملی باشه و ما ناگزیر هستیم چنانی که استاد فرمودن که ما رابطه خود را با پاکستان حسنه بکنیم. یک و سوالی که شما داشتین از استاد که آیا اونا میکنه این کاره و او با ما کمک میکنه، به نظر ما عمق استراتژی پاکستانی هست که تا مطمئن نشه در کشور، تا مطمئن نشه و باورمند نشه که سیاست خارجی کشور به میل ما باشه، به دست ما باشه، در انحصار ما باشه، او اون فشاری که به دست داره که عبارت از مخالفین ما باشه، طالب باشه، تروریست باشه، افراطیت باشه، دست بر نمیداره. این یک چیزی بسیار مسلمه. ما در برابر دو کاری اون داره باید بکنیم که شعار فرمودن. یکی ما موازنه بالاخره و چی را راه اندازی کنیم، به این سادگی نیست. اصول سیاسی خارجی که وقتی میگیم ما، یعنی اصلا رشد و افت یک کشور مربوط به این میشه. ببین شما، یکی و دو، ما سعی بکنیم که واقعا از لحاظ نظام و از لحاظ سکتورهای امنیتی و مخصوصا اردوی ما و شما و پلیس ما و شما و امنیت ما و شما قوی شوه، تجهیز شوه، تحمل شوه. یک سوال همیشه در دل ما باقی مانده که من اینجا میگم بسیار بسارت، چرا آمریکا آمده تجهیز نمیکنه، تحمل نمیکنه و بالاخره قوت های هوایی در اختیار ما قرار نمیده؟ این با فشار پاکستانه، چون وقتی ما به طرف یک استقلالیت، یک توانمندی، یک موازی امنیتی حرکت بکنیم، وقت اهداف زی برآورده نمیشه. شما ببینید بس بسیار پیچیده است در رابطه با این موضوع که آیا رهبران حکومت وحدت ملی در اینجا موافق است یا نیست. بس ای است، اگر جناب غنی بتوانه یک چارچوب بسیار روشن، یک پالیسی بسیار مشخص و تدوین شده با اتفاق و اجماع ملی، وقتی اجماع ملی میگیم همه اقشار شامل میشه، مخالفین، موافقین، جامعه مدنی، اساتید دانشگاه، احزاب سیاسی، هر چی که هسته، اگر با یک اینطور اتفاق و اجماع اصولی بالاخره سیاست خارجی، یک نکته خوبی داشت جناب رئیس جمهور دیروز پریز که من هیچ چیز پنهان نمیگذارم، این خوب نقطه است. اگر یک اینطور سیاست رو پیریزی بکنه، به نظر من اجماع به وجود میه و ای از پایه ها و عقبای محکم درونی برخوردار است. اگر نه، اگر این کار صورت نگیره و او وقت بالاخره یک سیاستی پوچ و توخالی و بدون استراتژی. ببین شما، من بسیار متاسف هستم تا هنوز وزارت خارجه ما شما کار نکرده و این یک اتاق
فکری که مطالعات استراتژیکی قوی سیاست خارجی ما را داشته باشه و برنامه‌های بسیار کلان و عمیق داشته باشه و بیاره در اختیار رئیس جمهور بگذاره، این بر اساس این مبنا و تعقل حرکت کنه که نبوده، سلیقه‌ای بوده. شورای عالی صلح هر اعضاش یک گپ میزده، ما خود مطالعه داشتیم، رئیس جمهور به شکل خودش گپ میزده، یعنی کرزی، ولی زیاد یک پراکندگی و مقطعی و دید سلیقه‌ای ما رو افت کرد. فعلا فکر میکنم این دید سلیقه‌ای هم حاکم است. اون چیزی که ما برداشت دارم از جناب غنی بعد این کارو بکنه، برداشت میاسه و این یک اتاق فکر قوی از نخبگان از کشور، از کسانی که تحصیلات داره، تجربه داره و بسیار فوق‌العاده میفهمن، از اتاق به عنوان اتاق فکری مطالعات عمیق استراتژی سیاست خارجی ما و شما در چارچوب باید این چیز بکنه تا یک سیاست مطمئن با ثبات با دوام داشته باشیم و پله پله پیش بریم، نه از صفر شروع بکنه. من این تو میگم و با قاطعیت عرض میکنم، منم یعنی ماستر حقوق بین الملل دارم، یک مقدار میفهم. شما ببینید در قسمت سیاست خارجی ما تا هنوز هیچ کار نکردیم، مقطعی بوده، سلیقه‌ای بوده و بسیار ضعیف بوده، ولی زو اگر اینا بتونن در این قسمت کار بکنن خیلی مهم است. جناب الخبیث، حالا آنچه که شما اشاره کردید، حالا مقاطع سیاست بیشتر مقطعی بوده، سلیقه‌ای بوده و اینا، و فعلا متاسفانه چنین چیزی روان هست. افغانستان تعریف خیلی مشخصی از منافع ملی و سیاست خارجی خود نداشته، هم همواره دعوت شده در یک کشور دیگر، چنین نبوده که یک کشور دیگر را دعوت کرده باشه، سیاست خارجیش را به خود تعریف کرده باشه یا به گونه اونها را راهنمایی کرده باشه. فکر میکنین اگر باز هم به این منوال ما حرکت بکنیم، آیا بعید نخواهد بود که ما به صلح حداقل نسبی در افغانستان دستیابی پیدا کنیم؟ ما بدتر از اون میگم، ما فعلا تلاقی قدرت هستیم، در اینجا مداخله های قدرت های جهانی و منطقی هستیم. در اینجا ایند هم میخواه حضور داشته باشه، روس هم میخواه حضور داشته باشه، چین هم میخواه حضور داشته باشه و بقیه قدرت ها، حتی آمریکا و اروپا. و در اینجا اگر ما یک سیاستی قوی خارجی با یک چارچوب بسیار مشخص، با یک مطالعه بسیار عمیق و استراتژی و با یک برنامه بسیار ملی، با یک عقبه و پوشانه قوی، اگر ما یک سیاست خارجی را تأسیس نکنیم، ما شکست میخوریم، ما ناکام میشیم. ببین شما، تشکیلات دولت و خطوط اساسی دولت هنوز در شورا آمده، بسیار یک چیز ابتدایی بطی بود، رد شد از طرف شورای ملی. هنوز خطوط اساسی کشور به تصویب نرسیده که یک بخش شعومده خطوط اساسی کشور سیاست خارجی کشور است. ولی اگر این منوال پیش برد، دولت فعلی ما و شما، رهبران حکومت وحدت ملی توجه نکنن و همیشه درگیر گپای بسیار انفرادی و جزئی باشه، ما یعنی بازم کمیت ما، پای ما در صحنه و عرصه های سیاست خارجی ما میلنگ. تشکر جناب استاد مسعود. در آخرین پرسش، حالا با در نظر داشته وضعیت حاکم در افغانستان، آنچه که جناب برخواست بسیار اشاره کردن، شما هم گفتید، واقعیت ها هم نشان میده، در اینجا ما میفهمیم که شورای دنیا مداخله داره، افغانستان در واقع تبدیل به کشوری شده که جنگ های استخباراتی در این جریان هست، هر کشور منافع خود را به گونه‌ای در افغانستان میبره. حالا فکر میکنین واقعا راه حل نجات افغانستان از دیدگاه شما چیست؟ چطور ما بتوانیم در یک مدتی که در واقع در پیش روی هست، در مدتی کوتاه و هم دراز، ما حداقل به یک صلح نسبی دست بیاییم و بازیچه دست استخبارات و کشورهای دیگر قرار نگیریم؟ خدمت شما عرض شود که عمدتاً ما عمدتاً دو مرحله در مسئله سیاست‌های خارجی خود در افغانستان را فعلا در پیش داریم. مرحله اولی خونسا نمودن تمام بازی‌های کلان در بازی در میدان افغانستان و بعد از گرفتن او سیاست‌های بازی کلان منطقوی که حال در جریان در افغانستان جریان داره و در قربانی از او موسم او را باید آدم خونسا کنه و بعد به طرف منطقه حرکت کنه و سیاست های معین، تعریف های معین استراتژیک خود در پاکستان، در ایران، در هندوستان، در روسیه و در آسیای میانه انجام بدن. از این لحاظ شما متوجه باشین که ما همیشه قربانی سیاست های مقطعی خود هستیم. همیشه به این معنا که سیاست های مقطعی منطقه ای حرکت میکنه در بازی ما، در میدان ما بازی میکنه و ما در حقیقت قربانی از او میشیم. ما فکر میکنم که اگر مطابق با سیاست های مقطعی از این کشورها ما در قطع رنگ و کالا بگیریم، رقم عامی بارس در قطع رنگ بگیریم و در او
نقاط دست پرتیم که خودش ناپایدار است، ما در حقیقت ناپایدار میشیم. از این من فکر میکنم که باید چین کار انجام بدن. چرا این کار انجام بدن؟ برای اینکه به صورت دیپلماتیک منطقه تغییر میکنه. میلازه هند در حقیقت ایران میره به سوی آشتی آرام آرام حرکت میکنه، ولی آسیای میانه و باز ارتباط روسیه باید درگیر یک گپای شوه. دلیز معین مطمئن باید به صدور چنین نارامی های باید در آسیای میانه صورت بگیره تا روسیه در حقیقت محاصرهش تکمیل شوه. از این لحاظ است که اگر ما چنین دهی درگیر ها هوشیار نباشیم و داخل دهی درگیر شویم، بازم یک بار دیگه ما افغانستان را میبریم به سوی یک محل رقابت های قاتلانه سبارات منطقه و سبارات بین‌المللی که باز مردم ما در خط باز نتیجه خراب میگیره. من فکر میکنم که خو افغانستان اول بهتری است که ما اول خود دولت را ایجاد کنیم. حالا ما خود دولت وحدت ملی را غیر دو نفر نمیفهمیم کی است. در پالوش موقعی که رئیس جمهور میگه و دقت حکومت میگه که ما هیچ چیز پنهان نمیکنم، تعریف قبول شده بین افغانستان و پاکستان باید برای ما بگوین که چی چیز را تعریف کردن و ما چی را دست میدیم و چی را به دست میدیم. برای اینکه چند وقت پیش من خبر شدم که در قد بازار آزاد منطقه آزاد تجارتی که در شمال افغانستان ایجاد میشه، پاکستان حق سرمایه گذاری را به دست آوردن. این معنا داره که در قد در مسئله نفت و گاز شمال پاکستان دخیل میشه، که یکی از حرفای بسیار خراب خطرناک است که باید ما را ببینیم که چگونه با کدام شرایط. من فکر میکنم میالم که ما نباید برخطا هم باشیم بسیار، به خاطر که هر چالش را وقتی شما مدیریت میتونید تبدیلش کنید به یک فرصت. اگر ما چنین چالش هایی به وجود ما به فرصت تبدیلش بکنیم و پاکستان دشمن و پاکستان همکار تبدیل کنیم با وجودی که میفهمیم که دشمن است، یا حداقل آرامش میسازین و هند از دست نمیتونید و سیاست عزم به دست نمیگیرین و داخل دایره قدرت رو به وجود نمیارین، من فکر میکنم شما کار انجام میدید. یک چیز متوجه باشین که یک از گپای بسیار خراب موجود ما چین با می بزرگیش که بود در 14 سال بسیار فعال در افغانستان ساخته نتونسته میشه، با وجودی که یگان سرمایه گذاری کرد. این مراد چگونه میشه که چین بزرگ همسایه ما باشه و دومین قدرت بزرگ دنیا هم باشه ما نتونیم فعال بسازیم؟ در اینجا فعال شدن چین در افغانستان بسیار گپی خوب است، فعال شدن پاکستان در افغانستان بسیار خوب است، با وجودی که از 55 تا 65% میل بازار تهیه شما پاکستان است. این شما باید قبول بکنید. فعال شدن هندوستان بسیار خوب است، اما به همین مدیریت صورت بیره. ولی مدیریت کامل به صورت بیره که به واسطه که منافع ملی را با یک چیز دیگه که برای منافع ملی تعریف کرده کار بکنه. امیل منافع ملی را بسیاری از دارداری من منافع ملی تعریف نمیتونه که چیگر منافع ملی ما چی است. تشکر. تشکر از حضور میهمانان گرامی جناب محمد حسن شریفی بلخابی از مجلس نمایندگان و جناب سید مسعود استاد دانشگاه کابل، خیلی خوش آمدید. بینندگان و شنوندگان محترم رادیو و تلویزیون راه فردا، سپاسگزارم از اینکه تا این دم با ما بودید. من ایوب شهریار به اتفاق همکارانم در بخش تکنیک شما را به خداوند پاک بسپارید. بدرود.